سلام، عطیه نیکنفس هستم با برنامه نگاه روز به همراهی همکارم حامد جمالی در بخش فنی با شما هستیم. موضوع امروز برنامه ما فراخوان سراسری در مقابل وزارت کار، تشکل‌های بازنشستگان، کارگران و معلمان برای ساعت 10:30 صبح 17 اسفند ماه 99 به تجمع فراخوان مشترک دادند. در مورد خواستها، اهداف و شیوه اعتراضی این تشکل‌ها با مهمان برنامه‌مون اصغر کریمی گفتگو خواهیم کرد. ضمن خوش آمدگویی به ایشون، ممنون که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتین. به عنوان اولین سوال، خواستهای این تشکل‌ها که چنین فراخوانی رو ترتیب دادن کدامن و اساساً به چه چیزی اعتراض دارند؟ به همه چیز اعتراض دارن در واقع. تو جامعه که هیچی سر جای خودش نیست، توی جامعه که مردم از هر حقی محرومند، هر انسانی، چه زنی که واسه آزادی خودش داره مبارزه میکنه، چه جوان، چه بازنشسته، چه کارگر، چه معلم، فقط یک خواست ندارن، ده ها و ده ها خواست دارن که تلمبار شده. ولی این اعتراض معین بازنشسته ها که شامل 10 تشکل بازنشسته ها و هم شامل بازنشستگان بخشای مختلف جامعه و همینطور معلم ها و کارگرا هستن، اساسا مسئله مزده. طبعا درمان رایگان رو میخوان، به ویژه تو این سن بیشتر احتیاج دارن، تحصیل رایگان میخوان که فرزنداشون بتونن لااقل تحصیل بکنن، دانشگاه برن، هزینه رو دست خانواده فقیرشون نگذارن. ولی 17 اسفند که قرار جمع بشن و در مقابل مجلس، در اساسا مسئله اصلیشون مسئله دستمزده. بخشای مختلف در بازنشسته ها فراخوان دادن، بیانیه دادن، تو تظاهراتشون گفتن حقوق باید بالای 12 میلیون باشه و بعضا گفتن 12.5 میلیون حداقل باید باشه، چون سبد معاش بالای این هست، بالای 12 میلیونه. و یه اعتراضشون اینه که الان کمیته مزد دولت، یعنی کمیته مزد در واقع مفتخوره جامعه، میلیاردره جامعه، سرمایه‌دارای جامعه، گفتن که سبد معاش 6,985,000 یا 895,000، یعنی از 7 میلیون هم کمتره، در حالی که خیلی از کارشناسای اقتصادی دولت میگن خط فرق و سبد معاش 12 میلیونه. بگذاریم از این که چرا باید کارگری که کار میکنه و سازنده همه چیز هست، حتی زندگی شاهانه قشر مفتخور فراهم میکنه، چرا باید با خط فقر مقایسه بشه. و در هر صورت اعتراض اصلی به اینه که دستمزد باید بالای 12 میلیون باشه و کمتر از این رو نمیپذیریم تجمعشون به خاطر این. گستردگی، اتحاد و سراسری بودن این اعتراضات توجه بسیاری از مردم رو به خودش جلب کرده. چطور این فعالیت هماهنگ و سراسری رو سازمان دادن و از اهمیت اون برامون بگیم؟ خب طبعا بازنشسته ها، واقعا اولا باید گفت واقعا درود به بازنشسته ها، زنده باشین، دستاتون رو باید فشرد. هر هفته دارن تظاهرات سراسری میزنن در سراسر کشور و فقط در مقابل در تهران، در مقابل مجلس، در سایر شهرام، در مقابل تامین اجتماعی یا مراکز به هر حال دولتی دارن تظاهرات میذارن و این چندمین تظاهراتی که تو همین ماهای گذشته برگزار کردن. چرا، چه کار میکنن، مکانیزمشون چیه؟ تشکل. کارگری که تشکل نداشته باشه، پراکنده باشه، طبعا نمیتونه این همه تظاهرات تو دستور بذاره، بیانیه بده، سخنرانی بکنه، شعار بده، متحدانه بیان تو میدون، همزمان در شهرهای مختلف دست به تظاهرات بزنن. بازنشسته ها در سالهای گذشته از طریق، به ویژه از طریق مدیای اجتماعی و روابطی که دارن، تشکل‌های مختلفی ساختن، شبکه‌های مختلفی ساختن، گروه‌های مختلف بازنشستگی امروز از طریق تلگرام یا به اشکال دیگه دور هم جمع شدن، صحبت میکنن، تبادل نظر میکنن، خیلی شورایی کار میکنن، یعنی با هم و جمعی ایده میاد، نظری میاد، پیشنهادی میاد، روش بحث میکنن، صحبت میکنن، تصمیم جمعی میگیرن و اون تصمیم جمعی رو میرن اجرا میکنن. این در واقع بازنشسته‌ها به این معنا الگویی در مقابل همه بخش‌های جامعه گذاشتن که متشکل بشید، سازمان داشته باشید. درست حکومت سازماندهی رو آزاد اعلام نکرده و ممنوعه، ولی میتونیم همه چیز رو به حکومت تحمیل کنیم، کما اینکه بازنشسته‌ها و معلم‌ها و تشکل‌های کارگری تحمیل کردن تشکل رو به حکومت. تحمیل 12 میلیون حقوق ماهیانه آیا به حکومت غیر واقعی نیست؟ نه، موقعی که حقوق های نجومی یه عده دارن،
حقوق 50 میلیونی، 100 میلیونی، 200 میلیونی بعضیا دارن، چرا نوبت به کارگر که میرسه باید غیر واقعی باشه؟ موقعی که خونه های چند صد میلیارد تومانی رو در لواسان و شمال تهران و شمال کشور و نقاط خوشاب و هوای کشور ما میبینیم، چرا موقعی که به کارگری که همون ویلاها رو درست کرده نوبت به کارگر که میرسه باید غیر واقعی باشه؟ حقوق وزرای حکومت چقدره؟ چقدر کارشون سخت‌تر از کارگر معدن و کارگر نمیدونم لاستیک سازی و کارگر ترانسپورت و کارگر خدمات یا پرستار است؟ نماینده های مجلس که یه مش مفتخوری میکنن و صبح شب دارن قانون علیه کارگر رو میذارن و هزار مزایا دارن، کمک هزینه مسکن و راننده و ماشین و غیره و غیره، اونا حقوقشون چقدره؟ چرا کارگر نباید لااقل به اندازه نماینده های مفتخور مجلس حقوق بگیره؟ مطلقا غیر واقعی نیست. بودجه هست، به جای اینکه صرف حقوق نجومی یه قشر مفتخور بشه، به جای اینکه صرف خواهران زینب و نمیدونم زینب فاطمه کماندوها و اینا بشه که بیان زنها رو تو خیابون اذیت بکنن، به جای اینکه صرف تروریست تو گروه های اسلامی تو منطقه بشه، به جای اینکه صرف موشک و تاسیسات اتمی و مسجد و امامزاده و امام جمعه بشه یا مقبره خمینی بشه که چند میلیارد دلار هزینه کردن، خب بیان دستمزد مردم رو بدن، دستمزد کارگرا رو بدن، دستمزد بازنشسته‌ها رو ببرن. ولی کاملا غیر واقعیه. و اگه حکومت میتونه میگه که من نمیتونم حتی در سطح خط فقرم حقوق مردم رو تامین کنم، باید که گورتو گم کن برو، نمیخوایم سند ورشکستگی ته، سند رفتن ته اگه تامین نمیکنی، اگرم هست که هست به نظر من باید تامین بکنه. میخوام بگم دو راه بیشتر نداره، یا باید بگه تامین میکنم که به نظر من امکاناتش هست، باید از مفخوری یه ده بزنه یا از نیروی سرکوب بزنه یا از دم و دستگاه کثیف مذهبشون بزنن، یا اگه میگه نیست باید بگن گورتو گم کن. هنوز بخش وسیعی تری از جامعه و حقوق بگیران اونطور که لازم است درگیر این اعتراضات نشدند. چرا و چه موانعی وجود داره و چطور میتونیم که اونا رو برطرف کرد تا بتوان این خواستها رو به کرسی نشوند؟ بله، نکته درستیه. بازنشسته‌ها امکانات و نیروی بسیار بسیار بیشتری دارن. صدها هزار بازنشسته در سراسر کشور هستن که من فراخوانم اینه که بپیوندین به این تجمعات. هر هفته تجمع هست، تو شهرتون تجمعه، و اگه در یه شهری نیست برین شما هم سازمان بدین، شما برین تو این گروه بازنشسته تلگرامی شرکت کنین، در محل در شهر همدیگر رو میشناسین، قرار بذارین همدیگر رو ببینین، از طریق گروه مدیا اجتماعی خودتون سازمان بدین و فراخوان سازمان بدین جلو مرکز دولتی همزمان با بقیه. صدها هزار اگه بیان تو میدون، جمهوری اسلامی خیلی زودتر مجبور میشه عقب نشینی کنه تا اینکه مثلا 10,000 و 5,000 و 15,000 بیان. دو، خانواده هاتون، همسراتون، خواهر و مادر و حتی برادرتون تشویق کنین تو تجمعات شما شرکت کنن. این حکومت رو با زور باید عقب روند و حقوقمون رو از حلقومشون بگیریم. بنابراین بازم اینم یه بخش دیگه که بخش وسیع از خانواده های بازنشسته ها هستن، اگه تو تجمعات شرکت کنن جمعیتشون چند برابر میشه و قدرت حرفشون به اصطلاح بیشتر برو داره و بیشتر میتونن خواستشون به کرسی بشونن. به اضافه اینکه علاوه بر تظاهرات، خانواده های کارگری، خانواده های پرستارا، خود پرستارا، معلم ها، بازنشسته ها، اکثریت جمعیت محلات مختلف شهرها رو تشکیل میدن. یعنی در خود محل هم، در محلات شهرها هم میتونن تومار جمع کنن، تجمع سازمان بدن، بیانیه بدن، جمع بشن، بحث کنن، صحبت کنن، خودشون رو سازمان بدن، تشویق کنن. صدها هزار نفر رو باید به گروه های تلگرامی الان شرکت داشت. همه مردم تو دسترسی به تلگرام امروز دارن و اینا رو میتونن وسعت بدن. میخوام بگم نیروی بازنشسته ها فوق العاده بیشتره، بقیه مردم هم باید حمایت کنن و با نیروی بیشتر میشه خواستمون به کرسی بشونیم. پایه سازماندهی رو ایجاد کردن، بقیه باید بهش بپیوندن تا با قدرت بیشتری بتونیم مبارزه کنیم. ممنون از توضیحاتتون، مرسی که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتین و همراه ما بودین. مرسی از همه مخاطبین که تا این لحظه ما رو به تماشا نشستن. با یک نگاه روز دیگه با شما خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.